مخاطبان عزیز، وقت شما بخیر. فرمانده جدید اوکراین دیروز گفت که وضعیت ارتش اوکراین طوری است که از آفند به پدافند افتاده. این وضعیت شما ببینید، توضیح میتون بعدن. مؤسسه راند امریکایی یک اندیشکده است، در تازه ترین نتایج خود گفته است که هرچه جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه، امریکا خرابتر میشه. دالی که در نظر اول است که امریکا بسیار وضعش بهتر هم میشه به خاطر از اینکه اسلحه امریکایی بازارش گرمتر شده و از این قبیل مسائل. مگر اندیشکنده راند عکس موضوع را میگه. زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به غرب هشدار داده که ما با شما و مثل یک دوز رفتار میکنیم. این اولین بار است لحن زاخاروا به این شکل است. خود چرا؟ به خاطر از اینکه زاخاروا گفت که در تلاش های غرب برای تصاحب دارایی های روسیه هیچ قطع نشده، حال زمانش رسیده که استفاده از عبارات سبک مثل توقیف دارایی های روسیه و از این قبیل مسائل باید متوقف کنید. چرا؟ به خاطر از اینکه توقیف دارایی های روسیه یعنی چی؟ یعنی شما میخواید دزدی کنید، شما دزد هستین. یعنی کدام؟ یعنی گرفتن پول یا منجمد کردن پول روسیه و ایر در سایر موارد مصرف کردن، این به چه معناست؟ یعنی غیر از دزدی کدام معنای داره؟ چیزی که مال تو نیست، یعنی چی جنجال ایجاد میکنی شما؟ خب زاخاروا، خب سخنگوی رسمی دولت روسیه است، گفت کشور ما این سخنان یا این اقدامات دزدی حساب میکنه و با عاملان این مسائل مثل یک دوست برخورد میکنه، یعنی مثل که با یک دوست برخورد میکنه، در چارچوب قوانین ما برخورد میکنیم، نه به عنوان یک برخورد سیاسی. چرا این برخورد سیاسی نیست و به عنوان دوست که باید رفتار شود با اینها؟ دوست باید در زندان باشه. این جالبترین اظهار نظرهای آنا زاخاروا بود. براسی بازی کودکانی در جریان است. مثلا در می ارتباط مقام ارشد استونیا میگه اتحادیه اروپا باید دارایی های بانک مرکزی روسیه را مصادره بکنه. استونیا چرا؟ به خاطر از اینکه استونیایی ها می ترسن که اگر اتحادیه اروپا دارایی های روسیه را بلوکن نکنه، تا یک سال دیگه در امریکا تغییرات میه، یعنی ترامپ روی صحنه میه، وقت دیر میشه. یعنی امریکا در تغییر است. میگه بیش از 150 میلیارد یورو از دارایی های محدود شده روسیه رو تا پایان سال باید اینا مصادره بکنن قبل از اینکه ترامپ به کاخ سفید برسه، موضوع یک طرفه شده باشه. یعنی فقط بگو چور است. مفت فکر کردن این دارایی های یک کشور عادی، مثلا یک کشور افریقایی یا یک کشور ضعیف آسیایی نیست. اینا چی میگن؟ خب برای این چیزها رو ما در برنامه ها میگنجانیم تا روشن شود که کسایی که در رأس سیاست کشور ها هستن، همیشان عقلشان، یعنی به اندازه امو مقامشان و امو کرسی که در او قرار دارن نیست. حال زنگ خطر ترامپ بر اروپا است نواخته شده. دقیقی آدم بیاید چی میگونه؟ یوناتان وسویوف مقام وزارت خارجه استونیا میگه مهم است که دارایی روسیه قبل از پایان سال توقیف شود. اگر کمی دیگه هم صبر بکنیم خیلی دیر میشه. مردم، آیا روسیه
در تحرکات به اصطلاح در پیشروی های بعدی خود، در فصل های بعدی جنگ و منازعه که آل آغاز شده و هرگز هم قطع نخواهد شد، این استونیا رو به می خواب و خیال میمانه، دم دست شما است، نزدیک شما است، رای کالینگراد هم است. خب میریم به طرف اوکراین. اوکراین جنرال سیرسکی فرمانده کل جدید نیروهای اوکراین، یادم گفته که خبرنگار پرسانش کرده که وضعیت چطور است، وضعیت جبهات جنگ و وضعیت ارتش اوکراین. او گفته که وضعیت خراب است، ما از حالت آفندی به پدافندی گذار کردیم، وضعیت ما دشوار است، دشمن یعنی روسیه در حال حاضر در تمام خطوط مقدم در حال پیشروی است، ما از اقدامات آفندی یعنی تهاجمی، تهاجم، کشف و تصرف موقعیت دشمن، از این حالت میگه به انجام عملیات پدافندی افتاده ایم. پدافندی یعنی موقعیت مدافعه. هدف از عملیات پدافندی ما میگه تخلیه نیروهای دشمن است، خواهی زدن دشمن در از حالت دفاعی، وارد کردن حد اکثر تلفات، استفاده از امکانات استحکاماتی که ما داریم در زیر زمین برای دفاع از خود، خو از این قبیل مسائل، یا استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین از دور، تجهیزات جنگ الکترونیک و چیزهایی که در جنگ امروز مروج است، ما از این استفاده میکنیم در موقعیت پدافندی. یعنی خلاص دیگه چیزی نمانده. این پدافندی که اینا میگن، اگر روسیه تصمیم بگیره که به اصطلاح این پدافند کاملا از بین ببره، بسیار برشان ساده است. خب چیزهای دیگه ای در جریان است، ای که نمیگیره بسیار آیسته است. وضعیت در جبهه کاملا متشنج است. خب حالت پدافندی است دیگه گفته خودش. در همین حال مؤسسه راند که برای CIA و پنتاگون تحلیل های را ارائه میکنه یک شرکت است، شرکت راند. اینا در تازه ترین گزارش خود برای CIA گفتن که با جنگ اوکراین هرچه زودتر خاتمه بدن، باید گزینه جنگ طولانی و بیرحمانه که حالا گفته میشه بین فدراسیون روسیه و اوکراین ایره کنار بگذاره. چرا؟ میگه در غیر این صورت درگیری روسیه و اوکراین پیامدهای منفی و طولانی مدت و غیر قابل برگشت بر منافع امریکا خواهد داشت. خب یعنی فاتح اوکراین بخوانید، یک روز یادتان باشه که اینمی مؤسسه ران در مورد اسرائیل هم اینمی رقم یک نسخه خواهد پیچید برای امریکا. حالا تصریح کرده در این گزارش که خطر جنگ مستقیم بین ناتو و روسیه میتونه افزایش پیدا کنه اگر خصومت ها فورا متوقف نشد، تا قلمرو بسیار کوچکی در اختیار اوکراین باقی میمانه، همه از دستش میره. در اون صورت چی میشه؟ تنها روسیه نیست، چین میتونه بر روسیه تسلیحات بده. خب چی میشه؟ وضع بدتر میشه، رابط بین چین و پیکن، بین امریکا و پیکن تیره تر میشه و آغاز عملیات نظامی چین علیه تایوان مساعد میشه شرایطش. خب پیش از پیش البته اینا گفتن که اوکراین شما یک جبهه از دست رفته است، تمام است. فاتحش قبلا ترم در مبارزات انتخاباتی خود خوانده، مثلا پیش از پیش گفته که ای زلینسکی چرا برای این پول میدن، ای خودش بزرگترین تاجر تاریخ است. یعنی جنگ برش یک تجارت است. ترامپ که گپ میزنه چون خودش تاجر است، میفهمه که دزد و یک تاجر چی از هم فرق داره. در این حال
نشریه معتبر پولیتیکو در امریکا یک طرح استریکه پیش کرده، گفته که فروپاشی ناتو یعنی یک چیزی است که ترامپ او را بالای اروپا تحمیل خواهد کرد. خب او گفته که البته ترامپ گفت که شما 198 میلیارد دلار باید هزینه تان بپردازین در مصارفات ناتو، نپرداختین تکه تکه میشین. پوتین همه چیز در دست میگیره، بازیگران حذف میشن، مشتری از دست همگی میره. اینطور گفته، یعنی ترامپ میگه که اینمی ناتو که است یک سازمان نظامی مفتخور است که مخارج از امریکا میگیره، کارش هیچ معلوم نیست. خب آره ترامپ مهم نیست که مثلا برنده شود. چیزی که اتفاق افتاده او است که اروپا به حال خود رها میشه. تنها موضوع واقعی که انتخابات برای امنیت اروپا تعیین میکنه چی است؟ انتخابات امریکا، یعنی تعیین زمان برای فروپاشی ناتوست. ای چه رقم تغییرات عجیب و غریب، دراماتیک و تقریبا غیر قابل درک است. پولیتیکو می نویسه که حتی به عنوان یک نامزد ای ترامپ نفوذ خود بر حزب جمهوری خواه نشان داده و هفته گذشته اونام موفق شدن که یک بسته پیشنهادی شامل یک رشته کمک های نظامی به شدت مورد نیاز به اوکراین مانع شوند مسدود بکنند. کنگره امریکا ممکن است به مثلا به اوکراین کمک بفرسته. ایتو مثلا ایتو تصویب بکنه، اما ممکن است با زور عملی نکنه. اصل نکته ای است که حساب باز کردن روی امریکا مخاطر آمیز است. نشریه پولیتیکو میگه که بالای امریکا اعتماد کردن خطرساز است. کاری که در افغانستان شد، کاری که در اوکراین شد و کاری که حالا هم در افغانستان در مجمع کسانی که قبلا با همکار امریکا بودن حالی هم امو جریانات امو حساب و کتاب ها دیده میشه. خب پولیتیکو به این نظر است که انقیاد در برابر قدرت روسیه اروپا را به یک تصمیم دوم میرساند. تصمیم دوم چی است؟ او میگه طرح به صلاح یک آماده سازی طرح بی هم نیست، یعنی در برابر روسیه اروپا جز ایستادگی دیگه چی کار کرده میتونه؟ اما در این حالت چیزی که اروپایی ها دوست ندارن بشنون این است که ترامپ میگه اینا مفتخور بودن، انتظاری که امریکا هزینه امنیت اروپا را پرداخت بکنه واقع بینانه نیست، رها کنین روی اروپا را. آیا واقع نمیرخم است؟ خب ترامپ میخواد که تمام بودجه را، بودجه گذشته و حالا از جیب امریکا بکشه، از جیب اروپا ببخشه، از جیب اروپا بکشه. تصور کنید بعد از روی کار آمدن ترامپ، پوتین تصمیم بگیره عزم ناتو را با لشکرکشی به امی استونیا یک آزمایش بکنه. همینطور نیست؟ این نشه پولیتیکو این موضوع را پیش بینی کرده. آیا ترامپ به سر استونیا یعنی خطر رویارویی است ای با پوتین میپذیره؟ نه، استونیا خیلی کوچک است، در آجندای ترامپ هیچ مهم نیست. خب یعنی چی؟ یعنی ما شما از جواب های تعاملات آینده را یک مقدار از پیش میفهمین دیگه. این استونیا که بسیار داغ شده به او مساحت کوچک خود بی خود نیست،
ترسیدن که ما دوباره مقهور سرنوشت سازی روسیه خواهیم شد. و به خاطر بسیار تلاش میکنم، با خیلی هم با ادبیات مخرش، تا که شود جلو وقایع آتی گرفته شود. حالا سوال ای است که اروپایی ها ای قدرت دارن که بدون امریکا از خود دفاع بکنن؟ شما چه فکر میکنید؟ پولیتیکو به این نظر است که تاریخ اروپا نشان میده که اینها به سادگی بعد از اینکه امریکا اینا را رها بکنه در موجی از هرج و مرج و بینظمی فرو می روند. کی؟ اروپا. حالا دیگه کلگی از مصاحبه های پوتین هم ترسیدند. مصاحبه پوتین تقریبا، یعنی تقریبا بردن یا فتح چندین جبهه بود در افکار عمومی غربی ها، تا جایی که سرگی لشچنکو مشاور رئیس جمهور زلنسکی گفته که این مصاحبه بسیار خطرناک بود، ما نباید این را دست کم بگیریم. این با گفتن پوتین، با گفتن ای که جنگ باید با توقف کمک به اوکراین متوقف شود، بر رای دهنده های امریکایی تاثیر میگذاره و میخاطر خواهد شد. دولت امریکایی کار خواهد کرد. چرا؟ به خاطر از اینکه مثلا باعث صرفه جویی در پول امریکایی ها میشه، برن پشتیبانی میکنن. خود چی شود؟ مصاحبه به شدت خطرناک است. ایره مقامات اوکراین گفتند. اما در مورد سخنان اخیر ترامپ که ما میگذاریم که روسیه برای هر کاری که در حق ناتو از دستش پوره باشه انجام بده، چطور؟ سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این رابطه از پاسخ دادن خودداری کرد. دیمیتری پسکوف در پاسخ به این سوال که شما چه فکر میکنین ای ترامپ چی میگه، پسکوف گفت که من دستیار مطبوعاتی ولادیمیر پوتین هستم، من ترامپ نیستم. بنان از خود ترامپ پرسان کنین. خب یک چیز معنادار، یک پاسخ دیپلماتیک معنادار بوده.